پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، اقدامات اساسی در جهت سازندگی و خودکفایی و قطع وابستگی در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفت. نیروی دریایی با شناخت کامل نیازهای اصلی کشور در دفاع از امنیت ملی و حریم آبی کشور و همچنین در راستای راهبرد دفاع همه جانبه، با تکیه بر توان بالای متخصصان و کارشناسان داخلی و همکاری با سازمانهای علمی و پژوهشی و دانشگاهی و بخشهای مختلف، نه تنها بر تحریمها فائق آمد بلکه اقدامات حیرت انگیزی انجام داد، به طوری که فرماندهی معظم کل قوا آن را نیروی راهبردی نامید. 1. تعمیر و بازسازی امکانات موجود، آموزش و ارتقای مهارت ساخت ناوها، ناوشکنها، زیرسطحیها با تجهیزات مدرن و پیشرفته. 2. توسعه کارخانجات نداجا جهت تأمین قطعات و سلاحات مورد نیاز و توسعه آن جهت ساخت شناورهای سطحی و زیرسطحی و خودکفایی تعمیراتی تا بالاترین رده ها. 3. اجرای رزمایش های دریایی در ابعاد مختلف عملیاتی و آموزشی و در سطوح مختلف تخصصی، مشترک و مرکب. 4. گسترش و توسعه همکاری با صنایع داخلی، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و صنعتی کشور به منظور برطرف کردن نیازهای نداجا از دیگر اقدامات اساسی نیروی دریایی پس از جنگ تحمیلی می باشد. 5. تأسیس دانشگاه علوم دریایی امام خمینی رحمت الله علیه به منظور تأمین کارکنان افسری در رسته های ناوبری و فرماندهی کشتی، مهندسی برق و الکترونیک، مهندسی مکانیک، مدیریت و کمیسر دریایی و تفنگداران دریایی. امروز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران قدرتمندتر از همیشه در آبهای بین المللی به منظور برقراری امنیت دریایی و تأمین امنیت و ایمنی خطوط مواصلاتی کشتیرانی در دریای عمان، شمال اقیانوس هند و خلیج عدن، مأموریت خود را از محدوده خلیج فارس و تنگه هرمز تا اعماق دریای عمان و شمال اقیانوس آرام توسعه داده و به همین دلیل تجهیزات مورد نیاز خود را به منظور دریانوردی در مسیرهای دور ارتقا بخشیده است. از دستاوردهای انسان دوستانه نیروی دریایی ارتش در مأموریت‌های بین‌المللی، توسعه روابط با سایر کشورهای حوزه اقیانوس هند، تأمین امنیت دریایی و مبارزه با دزدی دریایی، نجات کشتی‌های خودی و خارجی از بحران و حفظ صلح و آرامش در منطقه مأموریت مطابق با استانداردها و قوانین بین‌المللی است. اهمیت برقراری ارتباط و تعامل بین‌المللی نیروی دریایی و ضرورت آشنایی به روش‌های برقراری ارتباط مثبت و سازنده با نمایندگان و یا ملل دیگر، اعم از همسایگان، کشورهای دوست، مسلمان و کشورهای غیر مسلمان، در راستای معرفی یک نیروی راهبردی بر کسی پوشیده نیست. روابط خارجی نیروی دریایی را میتوان بر اساس موارد ذیل تقسیم بندی نمود. 1. سفر هیئت‌های عالی رتبه نداجا به سایر کشورها. 2. پذیرش هیئت‌های عالی رتبه سایر کشورها به جمهوری اسلامی ایران به دعوت نیروی دریایی. 3. اعزام ناوگروه‌های صلح و دوستی نداجا به سایر کشورها به منظور ارتقای آموزش کارکنان، دانشجویان و کارآموزان نداجا و برقراری امنیت دریایی در آب‌های منطقه‌ای و بین‌المللی. 4. پذیرش ناوگروه‌های سایر کشورها در بنادر جمهوری اسلامی ایران. 5. شرکت در همایش‌ها، کمیته‌ها، سمینارها و نمایشگاه‌های بین‌المللی در حوزه دریا. 6. انجام دیدارها و ملاقات‌های رسمی سفرا و وابستگان نظامی خارجی مقیم در جمهوری اسلامی ایران با مقام‌های عالی رتبه نیروی دریایی. عضویت و مشارکت فعال نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سمپوزیوم نیروهای دریایی اقیانوس هند یکی از راه‌های مؤثر تحکیم روابط دریایی خود با کشورهای عضو این سمپوزیوم بوده و مشارکت مؤثر نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سمپوزیوم‌های تشکیل شده در کشورهای هند، آفریقای جنوبی، استرالیا و بنگلادش در راستای اهداف سمپوزیوم که همانا تأمین امنیت دریایی در منطقه است بر تمامی اعضا آشکار است. با توجه به چشم‌انداز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، ارتقای اقتدار همه جانبه نیروی دریایی به عنوان یک نیروی دریایی راهبردی بازدارنده به منظور توانمندی در دفاع از مرزهای آبی کشور و حضور پر افتخار و دائم در آبهای منطقه‌ای و بین المللی و تأمین صلح، امنیت و ایمنی در دریاها
و تثبیت و تبیین جایگاه ویژه نیروی دریایی در جوامع جهانی به عنوان یک نیروی دریایی مقتدر، توانمند و صلح‌جو و به عنوان یکی از مراجع و منابع معتبر دریایی در جهان در دستور کار نیروی دریایی قرار دارد. جهش تولید